کسانی که با نوشتارها و گفتارهای من در این سالهای گذشته آشنا هستند و از جمله با این برنامه آشنایی دارند می دانند که سالهاست من در نکوهش قومگرایی در ایران و در سرتاسر خاورمیانه نوشته و گفتم. ناسیونالیسم یک پدیده تازه در جهان نیست، پدیده برآمده از سده 19 اروپا و سفر این اندیشه به ایران است و ما هم با ناسیونالیسم ایرانی روبرو بوده و هستیم. اما ناسیونالیسمی که در قالب گروه‌های کوچک قومی یا حتی تیرهای ملی در سالهای پس از سده 19 به ویژه در سده 20 به راه افتاده و به آن دامن زده شده، پیامدهای هولناکی داشته. بسیاری از همیهنانی که گاه به سخنان من گوش میدهند یا نوشتارهای من رو میخوانند میپرسند از من که پس شما با این جنبش های استقلال طلب مانند جنبش ملی مردم الجزیره یا جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران یا دیگر جنبش هایی که به استقلال کشورها در دوران پس از جنگ جهانی دوم به ویژه انجامی، با اینها مخالف هستی؟ پاسخ من این است که نه، ما با دو گونه ناسیونالیسم در دنیا روبرو بوده و هستیم. یکی یک گرایش احساس هویت ملی برای بیرون راندن یا درگیری با اشغالگران یا دولت‌های بزرگی که منافع خودشون رو، سیاست خودشون رو بر اون مردمی که بر اونها میشورند تحمیل کردند. مثلا الجزیره بهترین نمونه است یا دیگر کشورهای آفریقایی که در شورش و نبرد و کوشش در برابر دولت‌های اروپایی مانند پرتغال، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و حتی ایتالیا مانند حبشه تا حدودی استقلال خودشون رو به دست آوردند، حالا به درجات گوناگون. استقلال و ناسیونالیسم بلافاصله به دموکراسی نمی انجامد. حتی می توان گفت که در بیشتر کشورهایی که در پیامد فروپاشی امپراتوری بریتانیا در گوش و کنار جهان استقلال یافتند، بلافاصله به دموکراسی دست نیافتند. شاید هندوستان یکی از نمونه های نادر این موضوع باشد که اون ساختار اداری که چندین سده بریتانیا در این کشور ساخته بود یکی از تنها جنبه های ماندگار و ماندنی نفوذ بریتانیا در هند بود و هنوز هم آثار اون رو ما میبینیم که نظام پارلمانی در هند وجود دارد با همه گرفتاری هایی که در هند وجود داشته و میدارد. ولی در بیشتر کشورهای جهان این جنبش های استقلال که مورد پشتیبانی سازمان ملل هم قرار گرفت، در این چارتر سازمان ملل یا اون ساختار به هر حال پیدایش سازمان ملل و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر، این نوع کوشش های مردم برای دست یافتن به خودگردانی و استقلال مورد پذیرش قرار گرفته و کاملا درست هم هست که ما در کشورهایی، در سرزمینهایی که دولتهای استعماری سدههای از 16 تا آغاز سده 20 یا میانه سده 20 بر اون کشورها چیره بودند، با یک رشته جنبشهای آزادی خواهانه و استقلال طلب روبرو هستیم و به همین دلیل هم شمار کشورهای جهان در این سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. برخی از اینها جزیره‌ای بیش نیستن، برخی هم به راستی کشور هستن. این نوع کوشش برای رها شدن از اشغال یک کشور پدیده منفی نیست. آنچه که من در این سخنرانی ها، گفتار ها و نوشتار های خودم و از جمله در همین برنامه و برنامه های دیگر بارها بر اون پافشاری کردم، یافتن داغ های ناشناخته نادرست است. یعنی دادن این برداشت به مردم است که گویا مثلا در ایران آذربایجان در اشغال فارس ها بوده. حالا بگذاریم که اصلا پدیده ای مفهومی به نام فارس ها
اصلا جایگاه تاریخی نداره، چون ما چیزی به نام قوم فارس در تاریخ نداشتیم. فارس زبانان هستند که این فارس زبانان از تیر و تبارهای گوناگون برخواستند. ولی گیرم که حالا برای اینکه تنها موضوع رو من روشن کنم، بپذیریم که چیزی به نام فارس هم وجود دارد. مردم شیراز و تهران و اصفهان و نطنز، اینها ملتی هستند مفروض به نام فارس. حالا تصور کنیم که در درازای تاریخ و حتی در 100 سال گذشته آذربایجان در اشغال فارس ها بوده. آذربایجانی که برای نجات مشروطه به تهران لشکر کشید، یعنی مجاهدان مشروطه از تبریز به تهران تاختند و مشروطه رو نجات دادند و هیچگاه هم در تاریخ دست کم 100 سال گذشته ایران ما نشانی از این که مردم آذربایجان این احساس رو داشته باشند که شیرازی ها بر اونها ستم می کنند یا اهالی کاشان چشمی به گرفتن ارومیه دارند، نداریم، چون واقعیت نیست و نبوده. واقعیت این است که مردم آذربایجان یا ایرانیان ترک زبان بخشی از این شالوده فرهنگ و تاریخ و زندگی اجتماعی و سیاسی ایران بوده و هستند. اصلا شما نمی توانید ایران بدون آذربایجان رو توضیح بدهید در این دست کم 100 سال گذشته. آذربایجان بخش بسیار بسیار مهم تاریخ و زندگی اجتماعی ایران بوده و آذربایجان در ساختن ایران مدرن جایگاه بسیار بسیار بالایی داشتند و هیچ کس نمی تواند چنین پراکنده کند که گویا مثلا فارس زبانان از ورود آذربایجان به سپهر اقتصاد جلوگیری کردند. هر ایرانی می داند که دست کم تا اون جایی که من از ایران رانده نشده بودم، بیشتر مغازه های دونبش در دست تبریزی ها و اهالی ارومیه و آذربایجانی ها بود و آذربایجانی ها در بازار تهران جایگاه بسیار برجسته ای داشتند. یکی از دوستان به شوخی می گفت زبان رسمی بازار تهران ترکی بود و این واقعیتی است که این چنین جامعه ما در هم تنیده شده و تنیده شده بود. همین رهبر اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای اگرچه در خراسان زاده شده ولی پدر او از خامنه است، از پیرامون تبریز و بسیار دیگر از بزرگان دین و دولت در ایران در گذشته و امروز آذربایجانی بودند. این است که هنگامی که من به پلیدی های یک نوع ناسیونالیزم ساختگی قومی میپردازم، پیوندی این نقد من به احساس ناسیونالیستی یا احساس استقلال طلبی کشورها و مردمی که زیر سلطه یا چنبره دولت‌های خارجی بودند ندارد. اگر مردمی احساس کنند که یک کشور خارجی در گرداندن زندگی اجتماعی اونها بر اونها چیره شده، حق دارند که بر اونها بشورند. من میپذیرم، میتوانم نه تنها بپذیرم، باید بپذیرم که مردمی که احساس میکنند، مانند مردم هند که دولت بریتانیا نه تنها احساس میکنند بلکه به راستی باور دارند و این باور اونها هم درسته که بریتانیا به ناحق بر اونها چیره شده و مردم هند باشندگان درجه دوم کشوری هستند که کشور اونهاست، اینها میشورند و کشور و استقلال خودشون رو به دست میآورند. ولی در لابلای این حرکت ها ما با ناسیونالیسم های ساختگی هم روبرو هستیم. هنگامی که جنبش استقلال هند بالا گرفت، بریتانیا آمد و اسلام را علم کرد. نه اینکه اسلام را اونها علم کردند، ولی موضوع مسلمانان هند را علم کردند و جناح را جلو انداختند و پاکستان را به وجود آوردند در مقابل هند. تا امروز هم جنگ میان پاکستان و هند که میتواند صورت هسته‌ای هم به خودش بگیرد، همچنان یکی از بی‌محراس‌های مردم آسیا و جهان است. آنچه که من به اون نقد دارم و زمینه است برای اینکه من شما رو به یک سفر تاریخی دیگری ببرم، برانگیختن قومگرایی ها در درون چارچوب کشوری است که
این به اصطلاح اقوام، اگرچه من اصلا با این واژه ها میتوان گفت ناسازگاری دارم، نمیپذیرم، ولی این تیر و تبارها، این دسته های فرهنگی یا زبانی یا هر چی که میخواهید بگویید، برانگیختن اونها در درون یک کشور یا در درون یک مجموعه به هر روی به هم پیوسته در دوران کنونی، اینها کارزارهای ساختگی ناسیونالیسم افراطی قومی است که خون به پا می کند. چرا من این موضوع رو امروز برای شما بار دیگر برگزیدم؟ به دلیل اینکه این هفته‌ای که درش بودیم سالگرد کشتار ارمنیان در عثمانی و ترکیه امروز است. یکی از رویدادهای بسیار دردناک تاریخ سده بیستم که میتوان گفت نخستین هولوکاست سده بیستم به شمار می آید و کمتر به اون پرداخته شده و رفته رفته مردم در می آوند که به طور نسبی این کشتار کمتر از کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم نیست. ماجرا هم خیلی ساده است. ما در دنیای پیش مدرن با رفتارهای جنایتکارانه و هولناکی که رهبران اون زمان دنیا انجام میدادن روبرو بودیم. در همین اروپا نمونه های بسیار بسیار زیادی از رفتار خونریزانه رهبران سیاسی در 2000 سال گذشته وجود دارد. گروه های به جان هم افتادند و کشتار کردند. در آسیا ما با یورش مغولان، تیمور و چیزهای از این دست روبرو هستیم. اصلا در تاریخ نامهایی مانند آتیلا و تیمور و چنگیز با خونریزی یکسان قلمداد شده، یعنی در واقع این نامها رو به عنوان کشورگشایان خونریز در دنیا میشناسند. اما هیچ یک از این کشتارها کشتارهای قومی نبوده. مثلا چنگیز هنگامی که به ایران یورش برد یا به سرتاسر سرزمینی که میان مغولستان و ایران و سرزمین آناتولی امروز و ترکیه امروز بود و به اینجاها تاخت، چشمنداز و نگاهش این نبود که ما برویم و کسانی که از قوم ما نیستن رو بکشیم. جهانگشایی و کشتار میکرد برای گرفتن این سرزمین ها و تاراج اونها و بردن صنعتگران و چیزهایی. در نیشابور کشتار به نام دین صورت نگرفت، یا در هرات یا در شهرهای دیگر ایران. اصلا مغولان پایبند دین ویژه‌ای نبودند. یاسای چنگیز در واقع اون دین اونها به شمار می آمد. بیشتر کشتارهایی هم که در تاریخ ایران ما ازش یاد می کنیم، اینها برای فرمان روایی است، برای چیرگی بر یک بخشی از یک سرزمینی است یا بر همه سرزمین. از جمله کشتارهایی که در دوران صفوی روی داد، جنبه مذهبی داشت، جنبه قومی نداشت. ناسیونالیسم پدیده دنیای مدرن است و جالب اینجاست که در دنیای مدرن به ویژه در سده بیستم شمار انسانهایی که در زیر سایه مدرنیته کشته شدند ده ها بار بیشتر از شمار همه کسانی است که در سالهای پیش از برآمد مدرنیته کشته شدند. 100 میلیون نفر در درازای 100 سال سده بیستم از میان رفتند، در دو جنگ جهانی و جنگهای محلی. یکی از هولناکترین و دردناکترین نمونه های اون که چون در دوران تلویزیون 24 ساعته به وجود آمد، جنگ های بالکان است. پشتار میان گروه های مختلفی که از دل دولت پیشین یوگسلاوی بیرون آمده بودند. جنگ قومی، مذهبی، همراه با پشتیبانی گروه های از بیرون. کسانی که امروز بر این جریان قومگرایی در ایران پافشاری می کنند و ناسیونالیسم کرد رو مقابل ناسیونالیسم ترک پرورش می دهند یا ادعا می کنند که کردستان در اشغال فارس هاست یا آذربایجان در اشغال ایران است یا چیزهایی از این دست رو امروز بهش دامن می زنند،
باید برگردند و ببینند که پیامد به وجود آمدن ناسیونالیزم پانتورکیستی در کشتار ارمنیان چه بوده، در همین همسایگی ما و سرریز شدن اون به خاک ایران. راستی این است که در آغاز سده 20 از هنگامی که فروپاشی دولت عثمانی آغاز شده بود، ناتوان شدن دولت عثمانی در جنگ هایی که در بالکان و دیگر سرزمین ها انجام میداد آشکار شده بود، گروهی که به نام ترکان جوان نامآور شدند، نام ترکی اونها بود اتحاد و ترقی جمعیتی، اینها یا جمعیت اتحاد و ترقی. جالب اینجاست که بیشتر کسانی که آغازگر این جنب و جوش معروف به ترکان جوان بودن افسران درس خوانده و مدرن ارتش عثمانی به شمار می آمدند. اونهایی بودند که با دانش های تازه آشنا شده بودند و جالب اینجاست که بیشتر اینها در کارزاری درگیر شدند برای زنده کردن قانون اساسی دولت عثمانی، چون دولت عثمانی یکی از نخستین قانونهای اساسی رو خیلی پیش از قانون اساسی ایران در دوران عبدالحمید دوم فراهم کرده بود و او در واقع این قانون اساسی رو لغو نکرد ولی در اون رو بست، ماننده اینکه محمد علی شاه در ایران مجلس رو به توپ بست ولی در اونجا به گونه دیگری این کار انجام شد. این ترکان جوان سرانجام در 1911-12 با کودتایی به سر کار آمدند و اگرچه دولت همچنان دولت عثمانی بود، اینها گرداننده دولت عثمانی شدند و اینها کسانی هستند که سالهایی پس از اون از دل این جنبش ترکان جوان آتاتورک سربلند کرد و دولت ترکیه رو ایجاد کرد. ببینید این ناسیونالیزم کور پانتورکیستی چه فاجعه‌ای در خاورمیانه در اون سالها به وجود آورد. در همون دورانی که ما در تب و تاب آغاز جنگ جهانی دوم بودیم، هنوز جنگ جهانی دوم آغاز نشده بود ولی دولت عثمانی بسیاری از سرزمین‌های پیشین خودش رو در بخش‌های اروپایی از دست داده بود و این ترکان جوان که بیشتر افسران نیروی نظامی عثمانی در بخش اروپایی بودند، اینها به دولت عثمانی نقد داشتند و می‌خواستند دگرگونی‌های در این دولت ایجاد کنند و جبهه بندی‌های تازه‌ای در اروپا در حال شکل‌گیری بود. جبهه روسیه در مقابل آلمان و از اون سوی عثمانی که یارگیری میکرد، عثمانی با آلمان نزدیک شد و روسا هم کوشش کردند یارانی برای خودشون در این سرزمین پیشین عثمانی پیدا بکنند. مردم بخت برگشته ارمنی، مسیحیان ارمنی تبار باشنده در عثمانی اون زمان که نزدیک 2 میلیون نفر بودند، اینها گوشت دم توپ شدند. یعنی روسها کوشش میکردند در میان اونها یک جنب و جوشی برای مقابله با درگیری با دولت عثمانی به وجود بیاورند و این ناسیونالیست های جوان پانتورکیست تورانیستی که تازه سربلند کرده بودند، آقای محمد طلعت پاشا، اسماعیل انور پاشا، آدم اصلی هم در واقع انور پاشاست که وزیر جنگ دولت عثمانی بود، یعنی بلند پایه ترین ترک جوان به شمار می آمد، و جمال پاشا، احمد جمال پاشا، این 3 نفر راه رو در این دیدن که برای برانگیختن مردم در حمایت از خودشان به این ناسیونالیسم کور ترک دامن بزنند و چه کسانی رو می توانند آماج حمله خودشون قرار بدهند؟ مسیحیان عثمانی، البته نه به عنوان مسیحی بلکه به عنوان گروه های قومی ارمنی آسوری. یک نمونه جالب اون رو خدمتتون بگم. منطقه ای در مرز میان ترکیه امروز، عراق امروز و ایران وجود می داشته که این منطقه رو بهش جیلو می گفتن، جیلو یا جلو. ما در زبان فارسی که جلو هم میگیم، ما این یه با تخفیف رو در زبانمون نداریم، ولی این جلوها
اینا منطقه جلو اینها بیشتر آسوری بودند. یکی از تیرهای بسیار مهم آسوری جلوها بودند که در این منطقه در کنار کردان زندگی می کردند. یعنی زمینداران بزرگی در میان اشراف اونها وجود می داشت که با اشراف و بزرگان کرد این منطقه رو در واقع دارنده اون منطقه بودند و اداره می کردند. از جمله کارهایی که این ترکان جوان انجام دادن برای گسترش کار خودشون، کردها رو، اشایر کرد رو برانگیختن که شما اگر آسوری ها رو از اینجا، جیلو ها رو از این منطقه بیرون بکنید، تمام این سرزمین مال شما خواهد بود. و زد و خورد و کشتار آغاز شد. بسیاری از این آسوری ها به ایران فرار کردند، آمدن در منطقه سلماس برای دوران درازی زندگی میکردن. درگیری ها هم در اونجا میان این آسوری های تازه وارد شده به سلماس و مردم محلی آذربایجانی هایی که مسلمان بودند و زبانشون ترکی بود در گرفت. در اونجا هم جنایاتی انجام شد از سوی هر دو طرف، ولی بیشترین جنایتی که در این دوران در گرفت در این بود که این ترکان جوان به اصطلاح مدرن، این ناسیونالیست های تازه پای ترک، بران شدند که به نسل کشی ارمنیان بپردازند برای متحد کردن ترک ها زیر پرچم ناسیونالیزم خودشون. بیشباهت نیست به کاری که هیتلر آغاز کرد. ببینید، هیتلر کار خودش رو از دشمنی با یهودیان آغاز نکرد. او در واقع نقد داشت به، یا بر این باور بود پیروانش و کسانی که باش بودن، که پیمان ورسای تحمیلی به مردم آلمان بوده. از نقد به پیمان ورسای و برانگیختن احساس ناسیونالیستی مردم آلمان آغاز کرد و سپس نشان داد یا اعلام کرد که بزرگترین دشمن داخلی ما، که اینها در واقع وابسته به این دولت هایی هستند که میخواهند ما را از میان ببرند، یهودیان آلمان هستند و ما باید یک راه حل قطعی برای از میان بردن اونها به دست بیاوریم، که کشتار یهودیان به این گونه در تمام سرزمین هایی که آلمان ها بر اون چیره شده بودند، در درون آلمان، لهستان، چکسلواکی، اتریش، فرانسه، روسیه و دیگر سرزمین ها آغاز شد و 6 میلیون یهودی در کورهای آدمسوزی و از راه های دیگر کشته شدند. در همسایگی ما این ناسیونالیسم کور قومگرایانه به کشتار ارمنیان و آسوریان انجامید. بسیاری از این ارمنیان به ایران گریختند، بسیاری از آسوریان به ایران گریختند. و کسانی که امروز پافشاری میکنند، در نمییابند پیامد هولناک این نوع قومگرایی رو، در این هفته سالگرد کشتار ارمنیان باید به خود بیایند، نگاه کنند به تاریخ که این نوع رفتار، این نوع کارهای قومگرایانه، برانگیختن مردم در برابر یکدیگر، که در میان گروه های افراطی کرد و ترک در ایران، بیرون از بویژه مرزهای ایران، با پولهای دیگران بالا گرفته، اعلامیه میرون میدهند که آذربایجانی های ترک نباید با کردها ازدواج کنند، حتی معامله با اینها نباید بکنند. من اینها رو دربارش نوشتم. اینها بیانیه هایی است که بیرون میدهند، گروه هایی که دفتر و دستک در اشخاباد و در باکو و در لندن و واشنگتن و جاهای دیگر دارند. از این سخن میگویند اون طرف پانکوردها، که ما از یک درخت هم در سرزمین هایی که کوردها اشغال کردن نخواهیم گذشت. نقده مال ماست، ارومیه مال ماست، بخش بزرگی از پیرامون زنجان کردنشین، از همدان و تا خرم‌آباد هم اینا همه کرد هستند، خودشان نمیدانند. میگویند ما لوریم، ولی لور در واقع همون کرد است. ببینید تا کجا در برانگیختن این نوع دشمنی ها در میان مردمی که در کنار هم زندگی می کنند پیش می روند. این کار رو در عثمانی ترکان جوان کردند. ارمنیان و آسوریان سالهای درازی در امپراتوری عثمانی در کنار دیگران زندگی می کردند. شاید اینجا اونجا درگیری های محلی میان افراد پیدا می شد، ولی در دوران دولت عثمانی، در درازای تاریخ دولت عثمانی، جنگ های قومی کمتر در می گرفت. برای اینکه دولت عثمانی کوشش میکرد مانند دیگر امپراتوری ها که همه باشندگان رو زیر یک پرچم برای نبرد با دیگر کشورها
فراهم گردانه. و این انگیزه برحال یک امپراتوری بود. امپراتوری های کهن هم مانند ایران هم چنین رفتاری می کردند. اگر بنا بود در یک امپراتوری یا یک دولت بزرگ مانند دولت عثمانی یا دولت ساسانی یا دولت صفوی مردمی از تیر و تبارهای گوناگون رو در درون این امپراتوری یا در درون این ساختار بزرگ به جان هم بیاندازن، این ساختار از هم جدا می شد. یکی از بخشای مهم سپاه عثمانی یعنیچری ها بودند که اینها مسیحی بودند، سپاه مسیحی بودند که دولت عثمانی برای جنگ های خودش به وجود آورده بود، در اسارت در واقع دولت عثمانی در آمده بودند، ولی به هر روی از همه نیروها بهره می گرفتند. در دوران پادشاهی عثمانیان بسیاری از شهروندان دولت امپراتوری عثمانی شیعی بودند، بسیاری مسیحی بودند. نمیگویم که درگیری ها در اونجا وجود نمی داشت، ولی در دوران مدرن هنگامی که بحث پانترکیزم آغاز شد، به یک باره ارمنیانی که سالهای درازی در این سرزمین عثمانی زیسته بودند، به ویژه در بخشهای شرقی ترکیه امروز در همسایگی ایران، اینها گوشت دم توپ شدند با دستورهای آشکاری که امروز اسناد اون رو ما در دست داریم و میدانیم که چنین کشتاری روی داده. ارمنیان رو در واقع نه به صورت کورهای آدم سوزی هیتلر و اونجا نرسیده بودن، از راه دیگر، از راه گرسنگی، از راه ویران کردن خانه اونها، از راه مجبور کردن همسایگان برای اینکه همسایه رو بکشند و از بین بردن اونها به طور نسلی، بسیاری از اینها مستند شده، ارمنیان رو کشتند. و امروز در سده 21 در کشور ایران و پیرامون ایران ما شاهد این هستیم که کسانی با تشویق دولت‌های خارجی، همان گونه که دولت عثمانی و روسیه در درگیر کردن ارمنیان نقش داشتند، در خونریزی این دوران نقش داشتند، روس‌ها ارمنیان رو برمی‌انگیختند، به اونها کوشش می‌کردند جنگ افزار بدهند، نمیگویم اصلا نقش اساسی در جنایت دولت عثمانی است، ولی بر روی دولت‌های خارجی هم در برانگیختن این مسائل برای منافع خودشون نقش داشتند. امروز هم دولت‌های خارج از ایران، مراکزی که پول از بیرون از ایران به اونها میرسد، اینها در برانگیختن این دشمنی‌ها در ایران نقش بسیار زیادی دارند. کسانی که میخواهند دریابند که پیامد قومگرایی چه خواهد بود، بروند تاریخ جنایات مربوط به کشتار ارمنیان رو در سالهای پیش از پیدایش ترکیه بخوانند و ببینند که دست مدرنیست های ترکیه، پانترکیست های جوان، ترک های جوان، کسانی که دولت ترکیه سکولار رو پایه گذاشتند، تا چند اندازه به خون مردم ارمنی در این منطقه آغشته است. قومگرایی، ناسیونالیسم قومی پیامدش این چنین است و کسانی که به این کارها دامن میزنند و کسانی که چشم خودشون رو به روی این حقایق بستن، نه با تاریخ آشنا هستند، نه با زندگی امروز. پاسخ دنیای مدرن، دنیای امروزی به نابرابری ها در قومگرایی نیست، در گسترش جهانی شدن است، در درگیر شدن بیشتر مردم با یکدیگر است، در همامیختن مردم و کاهش ارزش‌های مرزی است. ای کاش کسانی که فریب این نوع اندیشه ها رو خوردن به خود آیند، که ما در ایران با اشغال سرزمین‌های کرد و بلوچ و عرب نشین و آذربایجانی از سوی گروهی به نام قوم فارس روبرو نیستیم و این چنین پدیده ای رو دامن نزنند. در مقابل اون هم ناسیونالیسم پان فارسیست رو هم باید محکوم کرد. بگذاریم که ناسیونالیسم بسیار ناتوانی است، چون اصلا احساس پیدایش دولت مدرن در ایران با ناسیونالیسم مهاجم همراه نبوده، با احساس به راستی
نگرانی نسبت به آینده همراه بوده و اینکه چرا ما باید به سوی اروپایی شدن پیش برویم، چرا باید پیشرفت پیدا بکنیم و چیزهایی از این دست. لشکرکشی به جایی نکردند، به دنبال بازگرداندن 17 شهر قفقاز نبودند، مرزهای غربی ایران رو با عثمانی نمیخواستند دگرگون کنند و بخشهایی از عثمانی رو بگیرند، یا به دنبال گرفتن هرات نبودند. اینها در اندیشه مدرنیست های ایران نبود، سربلندی و پیشرفت ایران بود. به همین دلیل هم ما در ایران مدرن برخلاف عثمانی با جنگ های قومی و خونریزی های قومی روبرو نشدیم. امروز میخواهند این رو به ما ارمغان کنند، برانگیزند گروه های پانتورکیست و پانکوردیست و پانبلوچ و پان فلان و غیره رو که اینها به جان هم بیفتند و کشور ایران رو از هم بپاشانند. هرگاه درباره این گونه فدرالیسم و این گونه قومگرایی می اندیشید، بازگردید به تاریخ و فاجعه کشتار ارمنیان رو آگاه شوید، بخوانید و دریابید که پیامد ناسیونالیسم قومی جز کشتار و جنایت چیز دیگری نیست. خب با سپاس فراوان از جناب مشکینیار، این ترانه بسیار زیبا و صحنه‌های دردناکی بود، ولی امیدوارم که پیامی که شما همیهنان از این ویدیو میگیرید این نباشد که تنها راه جلوگیری از این نوع کشتارها امروز در دنیا این است که یک گروه در برابر گروه دیگری که جنگ افسار در دست داره اونها هم دست به جنگ مسلحانه بزنند. این به جایی کار رو نخواهد برد. جالب خواهد بود برای لحظه هایی، ولی راستی این است که در دنیای نو، در دنیای امروز، در دنیای گلوبال ما باید در جستجوی راهکارهایی باشیم که به کاهش این تنش ها بیانجامد و نه به افزایش این تنش ها. راستی این است که بیشتر مردم باشنده ایران از راه خونی، از راه کاری، از راه ازدواج، از راه خونی هم منظورم همین روابط ازدواج و زناشویی و غیره با یکدیگر است، با هم درآمیختند و مردم ایران مردم تقسیم شده به اقوام یا ایلات نیستند. شما یک گروه خالص بختیاری که اصلا کاری به دیگر گروه ها نداشته باشند رو جز در بخش های بسیار بسیار دور افتاده ایران نمیابید. اونهایی که به زندگی شهری آشنا شدند با دیگران در میآمیزند، ازدواج میکنند، کار شغلی انجام میدهند، کار فرهنگی انجام میدهند و این در کارهای گسترده‌ای که در ایران وجود داشته کاملا آشکار است. من فکر نمی کنم ما در سالهای گذشته که مردم شیفته صدای ویگن بودند کسی این دل مشغولی رو داشت که ایشان تبار قومیشون چی بوده، تبار دینیشون چی، تیره دینیشون، شاخه دینیشون چی بوده. مردم ایران مردمی در هم آمیختند و برانگیختن این نوع درگیری ها بسیار فاجعه آمیز خواهد بود. شوربختا که در این سالهای گذشته ما با یک نوع برانگیختن درگیری های دیگر در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران روبرو بودیم. از هنگام پدیدار شدن فاجعه جمهوری ولایت فقیه در ایران ما با این جنگ دینی در ایران روبرو بودیم که این جنگ دینی امروز به سر تا سر خاورمیانه گسترده شده و ایران کانون برانگیختن و برافراختن این پرچم جنگ دینی است، آتش جنگ دینی است. نخست اینکه دولتی دینی در ایران ایجاد کردند، دولتی که بر یک آیین باورمند است، آیین شیعی، اون هم نه هر برداشتی از آیین شیعی، برداشت بسیار مشخصی از این آیین در چارچوب ولایت فقیه، در چارچوب اندیشه های آیت الله خمینی و اونهایی که از دل این جنبش بیرون آمدند. این است که در ایران ما با درگیری شیعی و سنی روبرو هستیم و سپس این رو به سرتاسر خاورمیانه گسترش دادند.
اگر موضوع منافع ملی ایران می بود، ایران تنها به پشتیبانی از شیعیان عراق نمی پرداخت. ایران تنها در لبنان از گروه حزب الله حمایت نمی کرد. تنها به دلیل مسئله شیعی و سنی است که به پشتیبانی از یک دولت علوی سکولار در سوریه پرداختند، دولت خونریز خاندان اسد، یا رفتن در یمن از یک گروه کوچکی که اینها یکی از شاخه های آیین شیعی هستند، از اینها پشتیبانی میکنند. زیدی، بگذاریم که اینها اگر در ایران زندگی میکردند کارشون غیرقانونی بود، چون اینها شیعه دوازده امامی طرفدار ولایت فقیه نیستند. جمهوری اسلامی به نام منافع ملی ایران، منافع ملی ایران رو فدای درگیری های مذهبی در خاورمیانه کرد. نگاه کنید به تاریخ صد و اندی ساله گذشته ایران و زیبایی اندیشه های مدرنیست ها و پایه‌گذاران پیدایش دولت مدرن ایران رو بهش بنگرید و این رو مقایسه کنید با رفتاری که در دوران جمهوری اسلامی انجام شده و هنوز هم هست. اگرچه در اون دوران روس و انگلیس در سیاست و سپهر سیاست ایران و اقتصاد ایران میتوان گفت یک کتاز بودند، ولی ایرانیانی که آینده کشور رو میخواستند و سربلندی کشور رو میخواستند، نگاهشون به مدل اروپایی توسعه بود. بسیاری از اونها در فرانسه، در بریتانیا، در آلمان، در کشورهای دیگر درس خوانده بودند یا سفر کرده بودند، با این اندیشه آشنا شده بودند و چشماندازی رو که در مقابل جامعه ایران قرار میدادند، در برابر مردم قرار میدادند، نظام پارلمانی اروپایی بود، ارزش‌ها و فرهنگ اروپایی بود، رخت اروپایی بود. و این بسیار بسیار درست و زیبا بود که در اون دورانی که ایرانیان در یک برهوت اقتصادی و سیاسی زندگی می کردند، کسانی سر بلند کردند، پنجره رو گشادند و گفتند به اروپا نگاه کنید، به مدرنیته اروپا بنگرید و این ارزش های قانونگرایی، مدرنیته و ساختارهای اداری اروپا رو ما وام بگیریم و به ایران بیاوریم. در برابرش جنبش مذهبی، نیروهای بنیادگرا، دسته های شاهزادگانی که میخواستن منافع خودشون رو حفظ کنن ایستاده بودند و اینها اونها رو شکست دادن در انقلاب مشروطه و فرایند اروپایی کردن ایران رو آغاز کردن، مدرن سازی ایران رو آغاز کردن با توجه به ارزش های بومی جامعه. و ایران دگرگون شد، از آن برهوت نجات پیدا کرد و در راه پیشرفت قرار گرفت با همه دشواری ها. شور وقتا که آزادی و دموکراسی در این زمینه فدا شد، ولی بر روی ایران هنگامی که ما به آستانه انقلاب اسلامی میرسیم، به یک کشور روی هم رفته، پیشرفته و مدرنی در یا در شاهراه مدرنیته و پیشرفت تبدیل شده بود، کشوری که بر روی ساختارهای اساسی مدرن سازی جامعه رو در دست داشت. گرفتاری در نبود آزادی بود، در فساد بود، در خیلی چیزهای دیگری که از گستره گفتگوی امروز من با شما بیرون است. اما بر روی ما در اون راه گام نهاده بودیم. جمهوری اسلامی مسیر تاریخ ایران رو دگرگون کرد، منافع ملی ما رو با منافع یک آیین، یک مذهب پیوند داد و از این راه ایرانی رو که در گذشته با همه گرفتاری ها سرنوشت خودش رو با غرب، با اروپای پیشرفته، با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای پیشرفته جهان تا حدودی پیوند داده بود، با همه گرفتاری هایی که در این نوع پیوند وجود می داشت، از این کاروان پیشرفت و توسعه دنیا ایران رو برید جمهوری اسلامی و ایران رو هم سرنوشت کرد با جریانهای مذهبی خاورمیانه. ما رو در این باطلاق گرفتاری های خاورمیانه فرو برد تا جایی که امروز ما به عنوان ایرانیان هم سرنوشت سوریه، بشار اسد سوریه هستیم، هم سرنوشت دولت کره شمالی هستیم که جوانک دیوانه ای، پادشاه کمونیست میخواهد به جنگ جهان برود.
همون کاری که در ایران هم آقایان علما میخواهند روحانیان انجام بدهند، ولی یه فقیه میخواهد دنیای غرب رو به زانو در آورد. ما رو هم سرنوشت با حزب الله لبنان، حماس، گروه های علوی در سوریه، گروه های شیعی عراق، حوتی های یمن و چیزهایی از این دست کردن و ایران رو در برابر دنیای اهل سنت قرار دادن، جنگ مذهبی آغاز کردن. من نمیگویم دست آن دیگران در این راه کاملا پاک است، اونها هم نقش در این برانگیختن جنگ ها دارند و درگیری ها، اما چرا ما ایرانیان باید سرنوشتمون با سرنوشت خاورمیانه اسلامی پیوند پیدا بکند؟ به این معنا نیست که نباید مسلمان باشید، می توانید مسلمان باشید، ولی چرا سرنوشت ایران که در زمان مشروطه بنا بود با دنیای مدرن پیوند پیدا بکند و در این راه هم گام های بسیار بسیار بلندی برداشتیم، اینک سرنوشت ما با حزب الله لبنان همراه است؟ چه پیوند ملی، چه پیوند منافع، چه پیوند توسعه اقتصادی میان منافع ملی ایران، پروژه توسعه اقتصادی ایران با حزب الله لبنان وجود دارد؟ با حوتی های سوریه، ببخشید، یمن وجود دارد؟ چرا ایران باید با دولت خودکامه و تبهکار سوریه شناخته بشود و شناسایی بشود؟ چرا ایران باید در کنار دولت کره شمالی قرار بگیرد؟ ما ایران رو در این پیمان، ما نه، این دولت کنونی ایران، ایران رو در کنار این پیمان رسمی و غیر رسمی سوریه، روسیه، حوتی ها، کره شمالی و چیزهای از این دست قرار داده ایم. به جای اینکه ایران از این نوع گرفتاری های هولناک خاورمیانه گریبان خودش رو رها کنه و با دنیای مدرن، با اروپا خودش رو پیوند بدهد، در این راه گام برمی‌داره. جالب اینجاست که یکی از تنها کشورهای اسلامی دنیای خاورمیانه که این شانس رو داشت که به اروپا بپیوندد، به شکرانه رفتار رهبر این دولت، یعنی دولت ترکیه، اینها هم دارن بیشتر و بیشتر خودشون رو از اروپا جدا میکنن به سوی خودکامگی ناسیونالیستی و پیوند با کشورهای دیگری که در این منطقه درگیری با مدرنیته و پیشرفت دارند، به اون سوی میروند. در واقع پیام من در این زمینه، در این بخش دوم برنامه، بدون پیوند با بخش نخست برنامه، این است که ما روی خوش نخواهیم دید، آینده سربلندی نخواهیم داشت تا هنگامی که مردم ایران سربلند کنند، بیدار شوند و بشورند در مقابل کسانی که سرنوشت ایران رو با گرفتاری های جنگ مذهبی خاورمیانه پیوند دادند. ایران باید بازگردد به همان گفتمان دوران مشروطه و مدرنیته. منافع ایران در پیوند با دنیای پیشرفته و دنیای دموکراتیک است، با اروپا است. ما نباید با ایالات متحده آمریکا سر جنگ داشته باشیم. به این معنا نیست که نباید نقد به رفتار دولت ایالات متحده آمریکا در درازای تاریخ داشته باشیم، یا بریتانیا یا کشورهای دیگر، ولی مدل توسعه اجتماعی ایران نمیتواند مدل توسعه چیره در خاورمیانه باشد، جنگ مذهبی قومی. ما باید بازگردیم به اون درایتی که در میان مشروطه خواهان وجود داشت، البته با نگاه امروزی، و بپذیریم که باید گریبان خود رو از این وضعیت هولناک جمهوری اسلامی رها کنیم و ایران رو با کاروان توسعه و تمدن و جهانی شدن دنیای پیشرفته پیوند بدهیم. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.